از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در تابستان 1367 می‌گذرد. یاد آن قهرمانان، زنان و مردان مجاهد و مبارز را که سمبل مقاومت و ایستادگی به هر قیمت در برابر خمینی جنایتکار بودند را گرامی می‌داریم. آنان که سمبل فدایی حداکثر بودند و در لحظه‌ای که باید به آرمان و سازمان خود پشت نکرده و بهای آن را با جان خود پرداختند. در تابستان 1367 خمینی دشقی بعد از پذیرش آتش بس با فتوای قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز به یک نسل کشی شقاوت آمیز دست زد، جنایتی که بزرگترین قتل عام بعد از جنگ جهانی دوم در قرن بیستم بود و البته هنوز به دست عدالت سپرده نشده است. انتشارات سخنان تکان دهنده منتظری جانشین وقت خمینی در مورد قتل عام مجاهدین و جنایتکار خواندن سران رژیم نه تنها ابعاد جدیدی از این جنایت هولناک را فاش می کند، بلکه گواه اثبات مبادی مقاومت ایران است که اعلام کرده خمینی قبل از عملیات کبیر فروغ جاویدان برای کشتن مجاهدین زمینه سازی می کرد. آری اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت محاکمه همه سران رژیم در مقابل عدالت بین‌المللی آشکارتر می شود. واقعیت این است که آن خونهای پاک هرگز نه از دامان این رژیم و نه از خاطره تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. بله، انگیزه و نیروی عظیم مبارزاتی برای سرنگونی رژیم و تحقق آرمان خود جانباختگان تبدیل خواهد گردید. آری، این تعهد بزرگ ما ایرانیان هوادار مقاومت در کشور آلمان و همه اعضای مقاومت در سراسر دنیا است که خونهای پاک و جوشان مجاهدان و مبارزان قتل عام شده را به نیروی تغییر و انگیزه انقلابی برای سرنگونی فاشیسم مذهبی مبدل میکنند. رژیم خامنه‌ای هر قدر که اعدام، سرکوب، شکنجه و اختناق در داخل ایران و تروریسم و جنگ در منطقه را افزایش میدهد، محال است که بحران سرنگونی خلاص شود، زیرا دریای خون شهدای قتل عام شده 1367 و تمامی شهدای مردم ایران در طی 35 سال مقاومت و پایداری رژیم را متزلزل و ضعیف و در بنبست مرگ قرار داده است. در 28 سالگرد جنایت فجیع رژیم ولایت فقیه با الهام از حماسه پایداری و پاکبازی آن قهرمانان تاریخ ایران، نسل جوان ایرانی، آنانی که بعد از قتل عام به دنیا آمدند و همه مبارزان و کسانی که دل در گروه ایران آزاد و دموکراتیک دارند، با موشهای گره کرده و با عزم جهد برای سرنگونی استبداد دینی بار دیگر تجدید پیمان میکنیم. میهمانان عزیز، به همین مناسبت امروز دور هم جمع شدیم تا با این قهرمانان یاد آن قهرمانان را گرامی بداریم. بار دیگر تجدید پیمان میکنیم و همچون سبا قهرمان اشرفی فریاد میزنیم تا آخر ایستاده ایم. حاضر، حاضر، حاضر. آن فرونی به گلهای پریشان دربار حضره دام شهادت همه مدهوشانند. نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند. کاردال بزرگ داشت شهیدان قتل عام 1367 با شعار مرد بر اصل ولایت فقیه پیش به سوی محاکمه خامنه‌ای و دیگر مسئولان قتل عام به جرم جنایت علیه بشریت.
گذشت 28 سال از قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز به فتوای شیطان مجسم دوران خمینی خوناشام و تحت نظر سردمداران پلید نظام آخوندی مانند خامنه‌ای و رفسنجانی نه تنها از جوشش خون آن جاودان فروخ ها که قهرمانانه بر عهد خود با خدا و خلق وفا کردن نکاسته بلکه به عکس هر روز که می گذرد این خونهای پاک بیش از پیش گریبان فاشیسم دینی حاکم بر ایران را گرفته است و سرنگونی محکوم آن را نزدیکتر می کند. در تمامی این سالیان آخوندها حاکم تلاش کردند و مردان تلاش کردند تا آثار این جنایت علیه بشریت را محو کنند، اما خون پاک این شهیدان در رگ‌های زنان و مردان این میهن همچنان جاری است و الهام بخش مبارزه و قیام آنهاست برای سرنگونی کاخ ستم و بیداد و دیکتاتوری آخوندی. خمینی که میخواست با بهره گرفتن از جنگ ضد میهنی و فرستادن جوانان و نوجوانان به تنور جنگ پایه های حکومت خود را محکم کند، وقتی بسیج جنایتکارانه جنگیش در مقابل جنبش صلح خواهی مردم به رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در هم شکست، چاره ای جز پذیرش خفت بار آتش بس نداشت. در چنین شرایطی برای اینکه از سرنگونی محکوم رژیمش جلوگیری کند به قتل عام زندانیان مجاهد روی آورد که از مدت ها پیش به طراحی و برنامه ریزی برای آن مبادرت کرده بود. خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، رفسنجانی رئیس مجلس و جانشین فرماندهی کل قوا و روحانی معاون جانشین فرمانده کل قوا و دیگر سردمداران کنونی از هر دو جناح رژیم و اکثرا گردانندگان قضایی آخوندی در اعداد مسئولان این جنایت بزرگ علیه بشریت هستند و اینک در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی متاسفانه شاهد موج دیگری از اعدام ها و خشونت های سیستماتیک حکومت ضد بشری آخوندی در زندان ها هستیم. اعدام بیش از 25 تن از زندانیان عقیدتی، اهل سنت، قرطها و دهها اعدام دیگر در سراسر ایران، دست و پا بستن زندانیان عقیدتی اهل سنت و بستن دهان آنها با چسب و ضرب و شتم و رفتارهای غیر انسانی با آنها قبل از اعدام. در 28 سالگرد
در 28 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی مجاهد و مبارز رژیم آخوندی در ضعیفترین وضعیت خود به سر میبرد و پس از آنکه در اثر کارزار بی سابقه مقاومت ایران سال گذشته ناگزیر شد جام زهر اتمی را سر بکشد، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن بسا عمیق‌تر شده، مخاصمات درونی شدت گرفته و رژیم هر روز بیشتر در باتلاق سوریه فرو می‌رود و هیچ چشم‌اندازی برای خروج از آن متصور نیست. در چنین شرایطی وظیفه ما این است که در بزرگداشت شهیدان قتل عام 1367 را به یک جنبش اعتراضی همه جانبه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و به ناقوس مرگ این رژیم تبدیل کنیم. ما در بزرگداشت قتل عام در زندان‌های ایران خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی برای به محاکمه کشاندن دستندرکاران این جنایت فراخوان دادند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در برلین در همبستگی با زندانیان سیاسی و همچنین پشتیبانی از زندانیانی که در حال اعتصاب قضا به سر میبرند و در حمایت از این فراخوان خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی اعلام 3 روز اعتصاب قضا میکنیم و به این منظور روزهای 12، 13 و 13 ماه اوت در میدان براندنبورگ برلین حضور خواهیم یافت. درود، هزاران درود بر شهیدان قتل عام 67. زنده باد زندانیان مقاوم در زندانهای رژیم آخوندی.
زندانیان، اسیران، مجاهدی یارتان، مشعل پیکارتان. زندانیان، اسیران، مجاهدی یارتان، مشعل پیکارتان. زندانیان، اسیران، مجاهدی یارتان، مشعل پیکارتان. زندانیان، اسیران، مجاهدین یارتان، مشعل پیکارتان. زندانیان، اسیران، مجاهدین یارتان، مشعل پیکارتان. زندانیان، اسیران، مجاهدین یارتان، مشعل پیکارتان. مرد بر اصل ولایت فقیه، 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 مرد بر اصل ولایت فقیه. دانی که کیست زنده؟ آن کوزه عشق زاید. به نام آزادی، به نام ایران و به نام شهیدان سرفراز قتل عام سال 1367. با سلام و تعظیم به جاودان سربداران و با درود به عزم و رزم زندانیان سیاسی در برابر دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه. چه زیبا گفته است مجاهد کبیر رضا رضایی، سخن از آتش باید گفت. من نمی اندیشم جز به فردای شب تاریکم، من نمی اندیشم جز به رنگ مس و قارون، من نمی اندیشم جز به میدان نبرد. سخن از ماندن نیست، سخن از رفتن هم نیست، سخن این است که خاکسترمان بذر رزم‌آور دیگر باشد. آریانان با مهر خلق بودند، زیستند و با مهر خلق فدا شدند. یادشان گرامی. حال قطعی در گرامی داشت شهیدان اجرا میشه. میسوزم از فراغت، میسوزم از فراغت، روی از جفا بگردان، روی از جفا بگردان. هجران بلای ما شد، هجران بلای ما شد، یا رب بلا بگردان، یا رب بلا بگردان. ای نور چشم مستان، ای نور چشم مستان، در عین انتظارم چنگ حزین و جامی بعد و نمی رود ناقه به زیر محفلم، می رود و نمی رود ناقه به زیر محفلم. ای که ما رو می کش، ای که ما رو Thank you.
Stop!